روزنامه سپید گزارشی داره با این تیتر: 51,000 یتیم پیامد شوم کرونا در ایران. و نوشته که معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در گفتگویی که هفته گذشته چند روز پیش با روزنامه جامعه جمعداشت در اونجا بیان کرد که 51,000 کودک ایرانی یا پدر یا مادر خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن. روزنامه سپید اشاره کرده به این موضوع که در حال حاضر دست کم 118,000 نفر در آمارهای رسمی اعلام شده که جانشون رو به اثر کرونا از دست دادن، و این روزنامه نوشته که اینها پدر، مادر یا اولیای که فرزندانی هستن، کودکانی هستن اغلبشون که اونها بی سرپرست شدن، یتیم شدن، به نوشته این روزنامه. و نکته مهم این که هیچ سازوکاری در ایران وجود نداره برای اینکه از چنین کودکانی حمایت بشه. حبیب الله موسوی فرید که معاون اجتماعی سازمان بهزیستی هست، در گفتگویی که انجام داده بود با روزنامه جامعه جمع در اونجا به طور کامل توضیح داده بود که این کودکان آمار اولیه است، اولین آمارهایی است که به دست این سازمان رسیده از کودکان آسیب دیده از کرونا، و گفته بود که 33,000 زن سرپرست خانوار هم به بهزیستی مراجعه کردند، ثبت نام کردند که حقوق ماهیانه براشون حمایتی انجام بشه، ولی ایشون گفته بود که ما دست کم تا یک سال آینده به هیچ وجه نمیتونیم کاری انجام بدیم و ممکن هست این زنان سرپرست خانوار چند سال طول بکشه تا بتونیم ازشون حمایتی بکنیم، چرا که بودجه ای در این زمینه نداریم. نکته دوم درباره کودکان هم معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرده بود که این کودکانی که یتیم شدن بر اثر کرونا، به نوشته روزنامه سپید، وزارت رفاه، تعاون و کار و همچنین سازمان تامین اجتماعی مکانیزم چابکی نداره که بتونه اینها رو سریع تحت سرپرستی، یعنی تحت حمایت خودش قرار بگیره. در نتیجه این کودکان در حال حاضر بدون پشتوانه رها شدن. روزنامه سپید از قول رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نوشته ساختار رفاه و تامین اجتماعی ایران برای حمایت از کودکان یتیم شده معیوبه و هیچ سازوکاری نداره. اما موضوع کرونا و موضوع پرستاران هم مورد توجه روزنامه سپید هست. این روزنامه از قول چند مقام صنفی سازمان نظام پرستاری، همچنین خانه پرستار، نوشته که در اوج شیوع کرونا در ایران اعلام شد که 51,000 پرستار جدید استخدام خواهد شد. اما این روزنامه نوشته که فقط 17,000 پرستار استخدام شده و بقیه رو استخدام نکردن. تأکید مقام‌های صنفی پرستاری در ایران در این گزارش و گفتگو با روزنامه سپید این هست که مقام‌های جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت سعی کردن حتی در اوج شیوع کرونا، در روزگاری که ده‌ها پرستار جان خودشون رو در مبارزه با کرونا از دست دادن، اونها رو استثمار کنن و به جای اینکه اینها رو استخدام کنن با قراردادهای 89 روزه به کار گرفتن، قراردادهایی که به گفته آقای محمد شریفی مقدم به عنوان مدیر خانه پرستار در ایران حداقل حقوق رو این پرستاران بهشون پرداخت میشه، یک وظایفی شامل حالشون نمیشه، ضمنی که با جان خودشون هم در واقع بازی میکنن،